من رضا عابدینی سویی هستم. فرصتی برام پیش اومد که با خودم تصمیم گرفتم که دلم میخواد الان دنبال رویاهام برم. عاشق سفرم و دلم میخواد قدمام یه ذره کوچولو بیشتر از خودم به جای بمونه. من تو سفرام همیشه سعی کردم پیاده راه برم و قدم بردارم. چرا؟ برای اینکه شما میتونید مواجهه مستقیم بکنید. من هایدی شیرزادی ام. تحصیلاتم در آلمان در رشته کشاورزی بین المللی و اکولوژی حفاظت محیط زیست. اون چیزی که در وجودت میگی من باید حتما کاری کنم. من وقتی هم رفتم آلمان به هدف این که یه رشته به خونم برگردم. اصلا قصد من میهنمو خیلی دوست دارم. با اجرای این کار ما به توسعه پایدار به معنای واقعی رسیدیم. هم آلودگی محیط زیست رو کسر کردیم، هم ایجاد ارزش اقتصادی کردیم، هم توسعه اجتماعی. 240 شغل داریم، آموزش در بین مردم دادیم. این راه من آسان نبود. تو سفرام دارم بچه‌ها رو من دوست دارم. هر جا میرم من با بچه‌ها اونجا دارم 5 ساعت بازی میکنم بدون اینکه یک کلم زبون هم بلد باشه. کم کم احساس کردم دلم میخواد اسمم بذارم کودکان صلح. با آدما که حرف میزدم و اینا آخرش که تموم شد میگفتم میتونی برام یه چیز بنویسی. یعنی در واقع عملا درگیر یک اتفاق صلح جهانی میشی. سیروس انتخابی هستم. الان فعال زیست محیطی. همین تالاب برنا رو هم احیا کردیم. ما نه احتیاج به شغل داریم، نه به مقام داریم. حقیقتا این تالاب ها علاقه زیاد به اینا داشتیم که شروع کردیم به احیایش. هدف اصلی از این کار من نجات زمینه. آسون من این درس رو نخوندم. اگر مادر می شدم، کرمانشاه ایران از خدمات من نمیتونست بهره ای ببره. یه انتخاب بود برای من. به من میگن مادر زمین به دلیل اینکه ارتباط من با محیط زیست حفظ کردنش مثل یک احساس اون مادری که از فرزندش حفاظت میکنه با تمام وجود. مادر زمین به من دادن این نامو. سفر به عنوان علاقه و عشق من بیشترین پیامی که برای من داشت همین دیگرپذیری بود. هدف ما بازگرداندن این طبیعت به حالت اولش بود. چی؟ اصل زیبایی اینا پوشی گیاهی هستند، پرندگان هستند. روزی رسید که این تالاب رو احیا کردیم. با خانواده هم رفتیم. حدوداً 2 ساعت همه نگاه میکردن. اون سرصدا، اون غوغایی که تو تالاب بود. رضایت داشتیم و خوشحال بودیم. همینطور محو تماشای این تالاب بودیم. ما با پول نفت همه چی وارد میکنیم. ولی محیط زیست میتونیم وارد کنیم؟ نمیتونیم. شعار من این بود احترام به زمین. میخوام بهتون بگم که شما باید رویاتون رو ببینید و شما باید پا بذارید تو رویاتون.